هم‌اکنون قوای نظامی آلمان نیروهای خودی در هر جا که موفق شوند از درگیری با مردم و جنگ تن به تن با نیروهای نظامی خودداری می کنند. کیه؟ آگو کی؟ آگو باریان منم. تعجب میکنی؟ آگو قیافه تو عجیبه. درسته، تغییر کردم. اینقدر خوب منو برانداز کردی؟ شناختی؟ مطمئنی که اشتباهی در کار نیست؟ حالا ممکنه اون هفتی رو بگیری کنار. فکر میکردم که 5 سال توی زندون میمونی. درسته، زندانی 5 ساله بودم. بیا تو در ببند. فرار کردی؟ فرار؟ دیوونه که نیستم. به علت رفتار عاقلانه ای که داشتم آزادم کردن. گرسنه ای؟ تو چی دوست داری؟ دلت میخواد گرسنه باشم؟ ها؟ گفتم دلت میخواد گرسنه باشم؟ چون غذا دادن کار آسونی، فاصله آدم رو حفظ میکنه. آدمی که غذا میخوره قیافه آرام و سالجویی داره. متشکرم. نه گرسنه هم نه تشنه. یه نمیگفتی بس بود. پس یادت رفته که من آدم پرچونه‌ای بودم؟ نه، یادم نرفته. چه لخت. اگرچه به نظر میرسه همه چیز سر جاش. ماشین تحریر من کجاست؟ فروخته شد.
خیلی خالیه. چی خالیه؟ اتاق. مثل این که مبلا رو گذاشته باشن تو بیابون. اون وقتا دستامو که دراز میکردم میتونستم دوتا دیوار مقابل رو لمس کنم. خارج از زندون آدم توی حریم محفوظ زندگی میکنه. راستی که خنده داره آدم آزاد باشه. چه فضای زیادی سرگیجه آوره. من باید باز عادت کنم که موقعی حرف زدن از مخاطبم دور باشم. کی ولت کردن؟ همین الان. یه راست اومدی اینجا؟ پس میخواستی کجا برم؟ با هیچ کس که حرف نزدی؟ نه اولگا، مطمئن باش با هیچ کس. پیش جسیکام نرفتی؟ خواهش میکنم در مورد اون با من حرف نزن. فراموشش کردن. توی زندون سرتو نتراشیدن؟ نه. ولی زلفتو زدن نه؟ خوشحالی که باز منو میبینی؟ نمیدونم. اگه واقعا آزادت کردن دیگه لازم نیست بترسی. نمیدونم. قهوه میخوری یا چایی؟ فرقی نمی کنه. نمیدونم چرا عادت کرده بودم اونو مثل مرده ها ببینم. آخرش باید همینطور میشد. از وقتی آلمان اومدن اینجا کار خیلی سخت شده. درسته. آلمان ها اینجا هستن. پنج تا لشکر آوردن اینجا. قرار بود از اینجا بگذرن و برن مجارستان. اما حالا که موندگار شدن. خیلی عجیبه. ببینم اعضای تازه ای هم وارد حزب شدن؟ خیلی. از جوونا؟ از جوونا هم کم نیستند. اما ما دیگه مثل سابق عضو نمیگیریم. یعنی زیاد سخت نمیگیریم. میدونی که
جای خالی بچه ها باید پر بشه. آره، باید به وضع تازه عادت کرد. لابد خط منش همون که بوده هست، یعنی اساس کار باید همین باشه. خب دیگه شما زندگیتونو میکنید. آدم وقتی تو زندان اسیره خیلی برای سخته که فکر کنه دیگرون دارن زندگی میکنن. راستی اولگا، کسی هم وارد زندگی تو شده؟ خب گاهی، اما نه حالا. ببینم هیچ اتفاق افتاده بود که در مورد من حرفی زده باشین؟ گاهی حتما، مثل قدیما که من بودم، شب با دوچرخه از راه می رسیدن، دور میز می شستن، لویی پیپیشو چاق می کرد و می گفت امشب درست مثل اون شبیه که اون جوونک برای یه مأموریت مخفی داوطلب شده بود. این حرف و حرفای دیگه. و شما می گفتید از خطر گذشت، هیچ کس هم لا نداد. خب آره، گاهی وقتا که بارون میامد به خودم میگفتم حتما حالا بیرون گل و شل شده. بعد دراز میکشیدم و خوابم نمیبرد. باز به خودم میگفتم شاید همین حالا بچه ها دارن در مورد من حرف میزنن. تنها تفاوت من با مرده ها این بود که میتونستم فکر کنم شماها هنوز دارید راجع به من حرف میزنید. ولی توی همون شبایی که توی زندان داشتم به این چیزا فکر میکردم شما میگفتید 3 سال دیگه آزاد میشه، اون وقت مثل سگ میکشیمش. دیوونه شدی؟ خب اولگا، هست تو رو مأمور کرده بود که برای من شکلات بفرستی. کدوم شکلات؟ نه دست بردار. گفتم کدوم شکلات؟ شکلات هایی که جعبه صورتی داشت. 6 ماه تموم آدمی به اسم درش اونا رو مرتبا میفرستاد. منم اصلا آدمی به این اسم نمیشناختن. فکر میکردم شماها میفرستید. البته خوشحال میشدم. از وقتی که دیگه از بسته ها خبری نشد پیش خودم گفتم حتما رفقا منو فراموش کردم. اما بعد 3 ماه دیگه بسته ها با سیگار به دستم رسید. پیش خودم گفتم نه، هنوز رفقا فراموشم نکردن. بعد؟ همین. هدرر دوستانی هم داشت که زیاد به تو علاقه من نبودن. لازم نبود 2 سال صبر کنن تا این مطلب رو به من بفهمونن. نه اولگا، من تمام مدت توی زندان به این مطلب فکر میکردم. خب آره، فقط میشه یه تعبیر براش پیدا کرد. اولش حزب فکر میکرد من قابل استفاده هستم، اما بعدش تغییر عقیده داد. خیلی حرف میزنی هوگو، همیشه خیلی حرف میزنی. برای اینکه وجود خودتو حس کنی انگار مدام احتیاج به حرف زدن داری. لازم نیست که به من بگی زیاد حرف میزنم. خیلی خوب میدونم که شما هرگز به من اعتماد نداشتید. نمیخواد راه دوری بریم. من دیگه حتی کینه ایم نسبت به شماها ندارم. میدونی؟ راستش فکر میکنم این قضیه بدجوری شروع شد. به من نگاه کن هوگو. میفهمی چی داری میگی؟ برای چی اومدی اینجا؟ چرا؟ برای اینکه تو نمیتونی منو با تیر بزنی. دست کم من اینطور فکر میکنم که نمیتونی شلیک کنی.
میدی؟ گوش کن هوگو، من یک کلم از گفته های تو رو باور نمی کنم. دستوری هم از حزب درباره تو به من نرسیده، اما اگه دستوری به هم بدن خودت میدونی که اطاعت میکنم. اگه کسی از حزب بخواد سراغ تو رو از من بگیره، یا حتی اگه بخوان تو رو جلوی چشم من بکشن، خودت میدونی که اطاعت میکنم. فهمیدی؟ آره فهمیدم. پول داری؟ نه. من یه مقدار پول بهت میدم، تو هم سریع از اینجا میری، فهمیدی؟ کجا؟ برم تو کوچه های تنگ بندر پرسه بزنم، یعنی که توی بار اندازه ولو بشم؟ نه اولگا، هرچی که بخواد سرم بیاد اقلا اینجا راحت دارم. هوگو، من هرچی که حزب دستور بده عمل میکنم، قسم میخورم که این کار شوخی بردار نیست. خودت میدونی که اطاعت میکنم. میبینی که حرف من درسته؟ برو به یه کار توگو، برو. من باید هرچی که حزب دستور میده عمل کنم. آدم شاخ در میاره. اگه آدم صمیمیترین حسن نیتها رو هم داشته باشه، کاری رو میکنه که هرگز طبق دستور حزب نکرده. تو به خونه هادرر میری و 3 گلوله به شکمش میزنی. این دستور خیلی ساده بود نیست؟ من به خونه هادرر رفتم و همین کار کردم، اما مطلب دیگه ای بود. دستور؟ ابدا، اصلا دستوری در کار نبود. میدونی اولگا، از یه لحظه دیگه حزب بخشنامه و هرچی که فکرشو میکنی آدمو تنها میذاره، دستور عقب میافته و آدم خودش جلو میره. من خودم به تنهایی هدره رو کشتم، نه دستور لویی، نه حزب. نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. خیلی دلم میخواد که حزب به تو دستور بده تا منو با تیر بزنی. آره، برای اینکه ببینم، فقط برای اینکه ببینم. ممکن هست ببینی، اما حالا چی؟ الان میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. وقتی از زندان آزادم کردن گفتم میام اینجا. فکر کردم تنها کسی که توی دنیا دارم تو هستی. جسیکا، در مورد اون مامان حرف نزن. ولی تو مطمئنی که فراموشش کردی؟ آره، الان خونه پدرشه. اوائل گاهی برام نامه می نوشت، ولی میخوای تو رو کجا ببرم؟ رفقا هر جا که باشن میان و تو هر سوراخی که باشه سرک می کشن. حتی تو اتاق خودت؟ نه، ولی من میرفتم. من همیشه به فکر تو بودم اولگا. تو اتاق من برو.
کجاست؟ کی؟ همین یارو، همینی که تازه از زندان آزاد شده، اینجا نیست؟ چرا؟ اینجاست. کجا؟ تو اتاق من. بسیار خوب. نه نه شار. نه. ببین اولگا، زیاد طول نمی کشه. اگه دلت نمیخواد ببینی، برو تو جاده کمی واسه خودت قدم بزن. همچین که برگردی کسی رو نمیبینی. فرانس ترتیب همه کارا رو میده. فرانس رو آوردم که جای هیچ نشونی نمونه. چطوره اولگا؟ نه. ببین اولگا، تو بی اندازه داری احساساتی میشی. برو کنار، بذار کار بی سر و صدا تموم کنیم. لویی شما رو فرستاده؟ معلومه. خودش کجاست؟ پایین تو ماشین نشسته. شارل، ممکنه خواهش کنم بهش بگید بیاد بالا؟ خواهش میکنم شارل، خواهش میکنم. باشه. چی شده؟ چرا نذاشتی بچه ها کارشون رو بکنن؟ مثل اینکه خیلی عجله داری لوی. عجله داری؟ لطفاً بچه ها رو بفرست بیرون. بچه ها بیرون در منتظر باشید. هر وقت صداتون کردم بیاین تو. خب بگو بنام چی میخوای بگی؟ لویی، هرچی باشه اون برای ما کار کرده. اولگا اون آدم خطرناکیه، بیرون نباید چیزی درز کنه. ولی من مطمئنم که چیزی رو بروز نمیده. اون تو وراجی رو دست نداره. ولی ببین اولگا، دلم میخواد اونو همونطور که هست ببینی. تو همیشه در مقابل اون ضعف داشتی و تو هم بر علیه اون. ببین لویی، من نگفتم بیای اینجا تا از ضعفامون با هم حرف بزنیم. من به خاطر حزب دارم باهات حرف میزنم. از وقتی که آلمان اومدن اینجا، خیلی از اعضای حزب از دست دادیم. تعداد بچه هم روز به روز داره کمتر میشه. من فکر میکنم نمیتونیم به خودمون اجازه کشتن این جوونو بدیم، اونم قبل از این که امتحانش کنیم. امتحانش کنیم؟ آره، ببینیم واقعا علاج پذیره یا نه. ببین لویی، با وجود همه این جر و بحث ها، هوگو وقتی 22 سالش بود هودوره رو کشت، اونم جلوی چشم همه نگهبانا، و تونست قتل رو هم طوری جا بزنه که اونو به عنوان یه قتل عاشقانه نشون بده. یعنی تو فکر میکنی این قتل یه قتل سیاسی بود؟ هنوز که هنوز این قضیه روشن نشده. خیلی خوب، خیلی خوب، این داستان رو همین الان مشخص میکنیم. داستان موسیقی شده. من ابدا نمیخوام خودم رو به اون مبوده کنم. در ضمن اصلا وقتش هم ندارم که بخوام کسی رو امتحان کنم. ولی من وقتش رو دارم. به نظر من تو داری بیش از حد احساساتت رو توی این قضیه دخالت میدی. برعکس، اتفاقا این تویی که احساساتی شدی. من؟ تو حالا هیچ وقت دیدی که من در مقابل اون از خودم ضعف نشون بدم؟ ببین لویی، مگه من ازت خواستم که اونو بدون هیچ قرار و مداری زنده نگه داری؟ نه، من فقط میگم قبل از اینکه اونو سر به نیست کنی، باید ببینی که حزب میتونه اونو بپذیره یا نه. حزب نمیتونه اونو بپذیره، اینو خودت هم خوب میدونی. با اسم مستعار کار میکنه. خواهش میکنم لویی، کسی اونو نمیشناسه. تنها کسی که اونو میشناخت ایوان بود. ایوانم که مرده. خواهش میکنم لویی، اگه مواظبش باشیم، باور کن که هیچ اتفاقی نمیفته.
میگی روشنفکر و آنارشیست و بورژواست، درست. اما یادت باشه اون الان یه آدم ناامید و وازده هم هست. اگه ازش مراقبت کنیم چطوری بگم؟ میتونه خودشو به عنوان یه آدم کاری نشون بده. این موضوع رو هم قبلا ثابت کرده، درسته؟ اصرارت هم بجاست. باید هرچه زودتر اون از سر راهمون برداریم. خواهش میکنم لویی، بذار بیشتر با هم در این مورد صحبت کنیم. حالا هم بچه ها رو بفرست برم، خواهش میکنم. نه، به نظر من اگر کار یک سره کنیم بهتره. شال فرانس، در باز بود، حتما از تو بسته. درو بشکن بچه‌ها. نه لوی، خواهش میکنم. نه نشنیدین چی گفتم؟ این بازی ها چه معنی داره؟ کدوم بازی؟ ببین اورگا، من دیگه حوصله ندارم. اون کجاست؟ از این ارتفاع بعیده پریده باشه پایین. باور کن لوی، منم نمیدونم. مگه ممکنه آب شده باشه؟ نمیدونم. تا اونجایی که من میدونم اینجا هیچ در سری وجود نداره. درسته، همینطوره که تو میگی. و باز تا اونجایی که ما مواظب بودیم کسی از اینجا خارج نشده. درسته. حتی تو به بچه ها گفته بودی هوگو تو اتاق خوابه. درسته. لابد میخوای باور کنم که هوگو غیب شده. آره اولگا؟ نمیدونم. خود منم کم کم داره باورم میشه. فرانس، شال، میرین پایین تمام خونه رو زیر رو میکنید. فکر میکنم بورژوای کوچولو غزل خداحافظی رو خوند.